و دوستان. سلام گلایی تو خونه، امروز آوردمتون به یک جایی پر از کیک‌ها و شیرینی‌های خوشمزه. امروز اومدیم به منزل نازنین خانم از هنرمندان مونترال در زمینه کیک و شیرینی. خوب هستی شما؟ خیلی ممنون، خیلی خوش آمدی. با گلای توی خونه اگه میخواید. ممنون از لطفتون. سلام، من نازلین هستم. خیلی خوشحالم که امروز میزبان عموروهام و دوستان عزیزشون هستم. در خدمتون هستم با یه رسیپی خیلی خوشمزه و خاص. و حالا قبل از اینکه رسیپی رو توضیح بدیم، من از خود نازلین خانم بپرسم که چند سال تشریف آوردن به کانادا؟ ما 7 ساله عموروهام که اینجا هستیم. امروز برای گلای توی خونه چی در نظر گرفتین؟ امروز من یه دونه کریم چیز پودینگ در نظر گرفتم که اینو من قبلا توی پیجم گذاشتم، ولی بدون فیلم، چون بچه ها عادت کردم من خب همه رسیپی ها رو با فیلم میذارم، و این رسیپی در حقیقت نقطه عطف پیج من بوده، چون خیلی همه دوست داشتن، ولی چون یک کمی یه پیچیدگی های خاصی داشته، بعضی ها نتونستن خوب در بیارن. من فکر کردم این بهترین فرصته که من این رو درست بکنم که دیگه فیلمش هم تو پیج داشته باشیم و همه نکات هم توضیح بدم که من مطمئنم که همه عاشقش میشن. مواد اولیه رو مگه توضیح برام بدید؟ بله، در حقیقت مواد اولیه به 3 قسمت تقسیم میشه. اولیش آماده کردن کارامله که خب حالا توضیح میدم، همون آب و شکرمونه. بعدش اون قسمت پودینگ که شامل پنیر خامه‌ای، خامه، شکر و تخم مرغ، و بعدش هم یه لایه کیک روش داره که کیکش هم فقط آرد و تخم مرغ و شکر. و همهش هم رژیمی. یعنی میدونی چی؟ قبلش هم رو هم وقتی اسلایس کردی نگاش کنی بگی تو منو چاق نمی کنی، بعد بخوری تحله این چاق نمی کنه. من که دارم میخورم در هنش باید پادوچرخه بزنم، از این باید بسوزه، از این باید جذبه. آره، فول آف کالری. خیلی عالی، بریم ببینیم چه میکنه این بازیکن. قربان شما. خب برای کارامل بچه ها یه دونه قابلمه که اصلا همیشه اینو مخصوص کارامل در نظر بگیرین. این استیل من از آیکیا گرفتم، بچه هایی که اینجا هستن، و فقط توش همیشه کارامل درست میکنم، چون قابلمه همون باید تمیز باشه، خش و اینا نداشته باشه و این خیلی مهمه. شکرمو ریختم توش از قبل، این شکرمونه، و بعدش هم 50 گرم 150 گرم شکر بوده و 50 گرم آب. اینو میزم روش بدون هیچ تاچی، بدون هیچ قاشق و قاشق چوبی، هیچی. این الان مستقیم میره روی گاز. خب دوستان خوبم، همطور که میبینین کاراملمون شروع کرده به جوشیدن. من اصلا به هیچ عنوان هیچی توش نمیزنم، قاشقی چیزی، فقط میذارم خودش کار خودشو بکنه. یواش یواش حالا میبینیم که از کناره ها شروع میکنه به تغییر رنگ دادن. سعی کنین کاراملو وقتی که اون رنگ طلایی قشنگ شد بلا فاصله بردارین، چون اگر که بمونه سری سیاه میشه. قالبمون قالب لوفه، این در حقیقت روش سنتیه که این چیز کیک باهاش سرو میشه. میتونین توی قالب گردم درست بکنین، ولی خب این خیلی خوشگل‌تر میشه، حالا بعدن میبینین وقتی که آماده شد. برای پودینگمون پنیر خامه‌ای 250 گرم پنیر خامه‌ای همدمای محیط داریم، حتما بعد همدمای محیط باشه بچه‌ها. اینو خب می‌ندازیم توی میکسرمون همراه با شکر و شروع می‌کنیم به زدن، و بعد تخم مرغا رو با فاصله و دونه دونه بهش اضافه می‌کنیم. توی این فاصله شیر و خامه‌مون رو می‌ذاریم روی حرارت. خب بچه این ترکیب شیر و خامه‌مون بود، همطور که دیدیم برای که طعمش هم خوب بشه پوست لیمو ترش بهش اضافه کردم که بعد اونا میره دور.
بهترین دما برای این ترکیب ما 60 درجه است، ولی اگر که شما دماسنج ندارین همینقدر که کم داغ بشه، به هیچ عنوان نباید بجوشه. ببینید الان، ببینید تموم شد، مال من رسید به 60 درجه. بچه کاراملمون همطور که ببینید کف قالب قشنگ خودشو گرفته و الان من میخوام که مایه پودینگمو از صافی رد بکنم. حتما این کارو بکنین. الان با همدیگه میبینید که یه مقداری پنیرمون مثلا خوب مخلوط نشده و اینو ما نمیخوایم که اون تیکه ها داخلش بیاد، به خاطر اینکه از کیفیت کارمون کم میکنه. الان میخوایم کیک روشو درست بکنیم که یه لایه نازک کیک، و خیلی هم همیشه این برای همه سوال بوده که این کیک چطوری این رو وای میسته و اینو، الان بهتون میگم بچه‌ها. دو تا تخم مرغ داریم، ببینید چقدر ساده است فقط، و شکر. اینو خیلی کم من اینو مخلوطش میکنم و بعد این میره روی بخار آب. خب میذاریمش روی بخار آب و دائم هم میزنیم. اینجا باید درجه‌مون به 40 درجه برسه. باز اگر که درجه ندارین اشکالی نداره، همینقدر که با دست لمس بکنین و ببینید شکرها آب شده و اینکه یه ذره مایه‌مون گرم شده، آماده است. اینم ریبن استیج هستش. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مایه رو اینطوری میریزیم یه رد میندازه. بچه ها ببینید اینطوری، ببینید امروها، بله، این رد میافته روش، حالت پفکی پیدا کرده بود. دقیقا پفکی. حالا تو این مرحله ما آردی که داشتیم رو تو دو مرحله الک میکنیم و اضافه میکنیم و روی کمترین درجه، یعنی درجه همین یک، چون که نمیخوایم که این اوورفولد بشه. این نصفش درجه یک میزنم و بعد نصفه بعدی. میبینید که محصول نهایی آماده شده. خیلی زیبا شما صحبت دیگه در مورد به دهزه موعود رسیدیم دیگه. امروها مثلا دیگه صحبتی نمیمونه. آخ داستانی شد این، اصلا میبرید صدای ملکوتی بریده شدن. ببینید که کیک و این کریم چیز، این لایه های ماجرا رو میبینید. خدمت شما، یه چایی هم براتون میریزم. و عجب چیزی شده، به قول شاعر یه دسر خوب و کامل، کاستار پودینگ چیز کارامل، پنیر خامه‌ای و خامه، آرد و شکر تو پیمانه، تخم مرغ و کارامل تو کلاس مدیر عامل. نازلین خانم با این مواد بلیت بهشت و به عمو داد. عزیزم بریم ببینیم چه کرده این بازیکن. همه جوره هنرمنده ماشاءالله. دست شما درد نکنه. بریم ببینید داستان چیه. شاره که دوست داشته باشی. قربون شما. گلایی توی خونه دوست داشتید یه چش نداشتید جای عمو بودید الان اینجا کیک رو تست می‌کرد. نه امیدوارم که همیشه چشم داشته باشید و ان شاء الله بعد خودشون هم برین درست کنین. داستانی شده. یک دو سه. چطور بود؟ اما رو شما بگید. من تو بفرمایید چون میخواستم شرکت کنم و میخواستم این دسرم باشه. خیلی خوبه، امتیاز می آوردم از دسر که آره. آره من خیلی حتی اسمم داده بودم تا مرحله آخرم رفتم، ولی بعد دیگه خواهرم منو منصرف کرد. این خیلی مزه شو من بگم که مثل در واقع هم یه چیزی بین کرم کارامل دقیقا، و حالا هم شما داری کیک میخورید هم داری چیز کیک، و مزه کیک و چیز کیک و کرم کارامل مخلوطی ازش هست. اون مزه کارامل خیلی
عالی میاد، حتی یک کم کمزه مثل نسکافه هم شده این کارامل، اینقدر مزهش خوبه. عزیزم این آره. برتری کم رو هم این به کرم کارامل داره اینه که خب انسجامی که داره به خاطر اون پنیر خامش و خامشه، خب کرم کارامل یه مقدار حالت دسری تره. بعد اون کیک هم یه کیک اسپانج خیلی لطیفه که اون زیر اومده و اینو با هم دیگه یه ترکیب بهشتی خلاصه درست کرده. رویایی. بله میگن کلید بهشت رو به همون دادن دیگه با این قضیه. دست شما درد نکنه. نوش جونت. خیلی عالی. چایی رو من بعد از برنامه قشنگ با نصف اون کیک به حسابش میرسم. شما به گلای تو خونه میخواید خدافظی کنید؟ قربون شما، امیدوارم که دوست داشته باشین، لذت برده باشین از آموزش امروز. عالی. و اینکه خیلی ممنون که با ما همراه بودین. دست شما درد نکنه. پس تا برنامه دیگه و هفته دیگه مواظب قشنگیاتون باشید. از دور آی لوف یو تک تکتون رو میبوسیم. خدافظ. عزیز جون، اگه با این ویدیو خیلی حال کردی، همینجور که این انگشت رو میزنی رو عسل، بزن رو سابسکرایب خوشگله. اگه خیلی حال کردی اون لایک هم بزن که دیگه حیرونت میشم. یا علی.